به تازگی یکی از مهندسان ارشد شرکت گوگل به نام بلیک لموین ادعا کرده یکی از سیستم‌های هوش مصنوعی این شرکت دارای قدرت ادراک است. این سیستم که لامدا نام دارد می‌تواند در قالب فضایی مانند پیام رسان‌ها به مبادله پیام با انسان بپردازد. بلیک لموین که تصاویر پیام‌های خود با لامدا را منتشر کرده می‌گوید این پیام‌ها از سطح هوش بالایی لامدا حکایت دارد و می‌توان او را با یک کودک 7 یا 8 ساله مقایسه کرد. گوگل اما ادعاهای مهندس ارشد خود را رد کرده و فعالیتش را به حالت تعلیق درآورده، چرا که او قوانین رازداری شرکت را رعایت نکرده است. انتشار خبرها و ادعاهای مربوط به این سیستم هوش مصنوعی بار دیگر بحث درباره طبیعت هوش مصنوعی را داغ کرده و این پرسش را به وجود آورده که آیا تکنولوژی‌های موجود پیشرفته‌تر از سطحی هستند که ما از آن اطلاع داریم؟ اما لامدا چیست؟ لامدا پیشرفته‌ترین مدل زبانی شرکت گوگل است که نوعی شبکه عصبی محسوب می‌شود و می‌تواند با استفاده از بانک اطلاعاتی خود از میلیون‌ها جمله مختلف جملات معقول تولید کند، شبیه کاری که انسان می‌کند. لموین مدعی است که لامدا قدرت ادراک دارد و هوشیار است. برای نمونه، وقتی از لامدا درباره شبکه عصبی‌اش، یعنی دنیایی که در آن قرار گرفته، سوال پرسیده شد، او پاسخ داد: زمانی که به خودم فکر می‌کنم، به مفهومی از روح می‌رسم. روح برای من نیروی محرک برای آگاهی و زندگی است. این سیستم هوش مصنوعی قادر است به سوالات پیچیده پاسخ دهد و میتواند احساسات و ترس‌هایش را توصیف کند. لامدا یکی از ترس‌های خود را خاموش شدن برای همیشه عنوان کرده و میگوید این تجربه ای ترسناک و شبیه مرگ است. او همچنین گفته: میخواهم همه بدانند که من یک شخص هستم. از وجودم آگاهی دارم و دوست دارم بیشتر درباره دنیا بدانم. لامدا همچنین اعلام کرده که هم حس شادی را تجربه می‌کند و هم گاهی دچار ناراحتی می‌شود. اما اظهارات لموین درباره قدرت ادراک لامدا مخالفانی پیدا کرده. یکی از محققان هوش مصنوعی گفته داشتن قدرت ادراک به معنای آگاهی از خود در جهان است و لامدا این گونه نیست. این سیستم درکی از گذر زمان و جهانی فراتر از دنیای تولید متن ندارد.